هموطنان عزیز، نمایندگان مردمی سربلند ناحیه بلجوان، از ملاقات ما با شما مردمی وطن دوست و همت بلند ناحیه بلجوان دو سال سپری شد و امروز دیده می شود که در نتیجه تدبیرهای اندیشته حکومت مملکت و زحمت صادقانه ساکنان ناحیه، صاحب کاران و اشخاص سخاوت پیشه، ناحیه نسبتا جوان بلجوان خیلی آباد و زیبا گردیده است. پیشرفت ناحیه و بهتر شدن شرایط زندگی از چهره هر یک شما بر علا مشاهده می گردد. بنابراین به تمام ساکنان ناحیه برای زحمت صافدلانه در پیشرفت و آبادانی این گوشه دوردست و خوشمنظره کشورمان و برای استقبال صمیمی رهبر دولت اظهار سپاس می نمایم. سلام علیکم. دو سال پیش هنگام سفر به ناحیه جهت تجدید و برقرارسازی راه های مارشینگرد دنگره کنگور بلجوان قوالین و بلجوان سری خاسار با حکومت مملکت سپارش داده بودند. بنیادی راه مارشینگرد دنگره کنگور بلجوان قوالین که مبلغ عمومی لایه تجدید و برقرارسازی آن بیش از 160 میلیون سومانی را تشکیل میدهد، در یک مدت کوتاه به انجام رسانیده امروز به ایستاده سپاریده شد. رای ذکر شده امکانیت میدید که مشکلات ساکنان و انتقال مال و محصولات به تمام منطقه های کشور برطرف کردند. همزمان با این ساختمان راه مارشینگرد بلجوان سری خاسار به مسافه 33 کیلومتر و ارزش لایوی 85 میلیون سومانی مطابق به معیارهای زمانوی راهسازی ادامه داشته، تا امروز از مبلغ عمومی ذکر شده برای بنیاد 22 کیلومتر راه 26 میلیون سومانی صرف شده است و مهلت به استفاده از سپاریدنی آن تیرماه سال 2021 پیش بینی گردیده است. راههای ذکر شده بی‌شبهه بر رشد و ترقیات تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، ناحیه های اطراف آنها از جمله ناحیه بلجوان و دیهات سری خاسار اینچنین پیشرفت بخش سیاحی مشاهده خواهد کرد، مثلا ناحیه خوالین نیست. امروز میبینه که شماره مهمان ها چقدر زیاد شده ایستاد است، همینطور رفت آمد 86 کیلومتر رفتن به ناحیه خوالین راه کوتاه شد. 86 کیلومتر این چند ساعت سوزیشواری، صرفه، وقت، رفت آمد، تجارت، غمخوری در حق مردم ناحیه بلجوان و خوالین. در برابر این خاطر شما باید کرد که راه های داخلی ناحیه تا هنوز در حالت بسیار دشوار قرار داشته و تعمیر و تجدید نیاز دارند. تا یک سال آخر زیاده از 40 کیلومتر راه ها از نوسازی و تعمیر کرده شده، در نظر است که تا جشن 30 سالگی استقلالیت زیاده از 320 کیلومتر راه ها تعمیر و تجدید کرده میشه. مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت ختلان و ناحیه بلجوان وظیفه‌دار کرده میشوند که برای تعمیر و تجدید راه های داخلی ناحیه تدبیرهای سری وقتی اندیشه. سال 2017 ضمن ملاقاتمان با شما مسائل وابسته به رشد اقتصادی و اجتماعی و امکانیت و ذخیره موجوده ناحیه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده، رهبران و مسئولان را وظیفه‌دار کرده بودیم که دایر به استفاده ثمرناک ثروت های طبیعی از جمله آب و زمین، اینچنین جهت برطرف نمودن کمبودی و مشکلات جای داشته، چاره های ضروری اندیشید. حکومت مملکت از جانب خود برای بهسازی روزگار ساکنان ناحیه بلجوان بنیاد انفراساختار اقتصادی و اجتماعی و خدمات رسانی همه چاره‌های ضروری را اندیشیده، تنها در ظرف 12 سال اخیر از حساب همه منبع‌های مبلغ‌داری بیش از 280 میلیون سومانی مبلغ جدا کرده است. طبق نقشه کارهای آبادانی با مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان،
در نایه بنیادی 375 انشاءات از جمله 8 مؤسسه تا مکتبی، 35 مؤسسه تعلیمی، 22 مؤسسه طبی، 13 مهمانخانه، 35 مرکز خدمت رسانی و سودا، 7 پول، 20 میدانچه و تالار ورزش، 7 انشاءات فرهنگ و فراغت، تعمیر و برقرارسازی 326 کیلومتر راههای داخلی و کشیدن خط آبی آشامیدنی در 15 دهه پیش بینی شده است. تا کوشش و غیرت کردن در کار، در یک جایگی با مردم، صاحب کاران و دیگر شخصان سخاوت پیشه این نقشه را عملی کنیم. اگر همه اون چیزی که با نقشه گرفته شده است عملی گردد، من فکر می کنم بسیار پرابلم های اجتماعی نایه حل و فصل می گردند. صحت و صفت و زندگی مردمی نایه خیلی بلند می گردد. رفت و آمد، خب تجارت، صاحب کاری، جای های کاری معیا می شود، روشی سیاهی می شود، روشی سیاهی این با جای های کاری زیاد آورده می رساند. تا امروز 22 لایه پورا عملی گردیده، حالا کارهای ساختمان در 150 انشاءات ادامه دارند. تنها سال 2019 با اصاده دادن 120 انشاءات و از این شماره تا ماه سپتامبر سال جاری، یعنی تا جشن استقلالیت 40 انشاءات به نقشه گرفته شده است. این بسیار کار خوب. یک نایه دوردست کوهستان اگر خوب در یاد داشته باشیم، یک محله بود، محله اولی نشین سالهای 70. خب این طرف ما می آمدیم می رفتیم، حتی در بسیار حالت از زمین دایره گذاشته نمی توانست. من این دایره که اول پولی کلان بنیادش کردیم. اصلا مهم آن است که کار نمیشنگی نیست. کارخانه کار کردی سنگ با استفاده داده شد، 20 جای کاری آینده با زیاد میکند. همونم صاحب کار چی بگیم زاده منم این آیه بلجوان در ولایت سوق کار میکند، ولی سنگ های سری خواسار و بلجوان و من دیگر خوانیگا جمع کرده در همینجا کار کرد کرده ساده است. سنگ های آرایشی برای هم بشه پول، جای کاری، سرچشمه درآمد بودجه نایه، آبادی. باید گفت که از شماره عمومی لایه های در نقشه پیش بینی گردیده، 80% از حساب صاحب کاران شخصان سخاوتمند و اهالی، یعنی بدون جلب مبلغ های بودجه انجام داده می شود. در دایره سفر کاری روبر دولت به اصازه سپاریدنی بیش از 25 انشاءات و بناها در نظر داشته شده است و ما امروز در مراسم افتتاح چندین انشاءات نو شرکت داشتیم. تحلیل وضع ساحه‌های مختلف نایه بلجوان نشان می‌دهد که زحمتکشان نایه خصوصا سال‌های آخر با پیشروی‌های نظررس نایه شده‌اند، ولی تاکید باید کرد که در نایه ذخیره و امکانات‌های تا هنوز استفاده نشده خیلی زیاد. یکی از مشکلاتی که در نایه به نظر می رسد حالا هم زیاد بودن شماره بیکاران می باشد. برای حل این مسئله مقامات اجرای حکمت دولتی نایه می توانند یک جا با صاحب کاران محلی توسط بنیاد نمودن کارگاه و کارخانه های خرد و میانه، از جمله انفراساختار سیاحی، دایر به کارکرد اشیای خام محلی، ثمرناک و مقصدات استفاده نمودن زمین از جانب خواجگی های دهخانی با بنیاد و تشکیل جاهای کاری دائمی و موسمی موفق شد. خاطر رسان می نمایم که فعالیت رهبران مقامات اجرای حکمت دولتی ولایت ها و شهر نایا از روی نتیجه های تشکیل جاهای کاری و جلب نمودن سرمایه‌گذاری مستقیم ارزیابی می گردد. من بارها تاکید کرده بودم که جهت عملی نمودن هدف چهارم ملی، یعنی صنعت کنونی با سرعت کشور، رهبران تمام شهر نایه از جمله نایه بلجوان و صدارن که فعالیت خود را در سمت تاسیس کارخانه های استحصالی، استفاده ثمرناک ثروت های زیر زمینی، رشد صنعت سبک، کارکرد محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی و کاسبی تقویت بخشیده، همکاری را با بخش خصوصی هرچی بیشتر مسدید. وابسته به این وزارت های صنعت و تکنولوژی های نو، انرژیتیک و ذخیره های آب، سریداره گیالوگی، مقامات اجرای حکمت دولتی ولایت ختلان و نایه بلجوان
وظیفه‌دار کرده میشوند که جهت انجام دادن کارهای آموزشی، گیولوژی و اکتشافی با توازن دولت گرفتن و مورد اصاده قرار دادن ثروت‌های زیرزمینی ناحیه از جمله سربرو در مزرعه‌های سربیان و سنگ سبز، نفت در دیهه گلدره، زهورات طلای پاشخورده دیهه ملاکانی، زهورات گلخاک قطعه جنوبی و شمالی گلدره، آبهای مینرالی و تبابتی چارجوی نماد. موافق معلومات حصه کارکرد نفت و گاز در مجموع عمومی سه سال مسلات صنعتی نهایت نظر است بوده. سال گذشته سه سال نفت به 1600 تانه و از اول سال تا امروز با 800 تانه رسانیده شده است که در مقایسه با همین دوره سال 2018 زیاد می باشد. همچنین سال جاری در کارخانه صنعتی نایب به مبلغ 7.5 میلیون سومانی محصولات استحصال کرده شده است که نسبت به همین دوره سال 2018 21% زیاد می باشد. افزایش حجم استحصال محصولات صنعتی نایب اساساً از حساب استحصال نفت 37% تامین شده است. امروز در ناحیه یک کارخانه زمانوی دوزندگی به استفاده داده شد که از حساب صاحب کاران بنیاد گردیده است. 20 جای کاری حالا با قریب 20 جای کاری دیگر تا آخر سال می شود. 40 جای کاری برای بانوان، برای زنها. 1200 سومانی معاش. رحمت به پدر و مادر چنین صاحب کاران. اقلا لباس های کودکان مکتبی را دوخته می توانند از این شروع کنند، آینده دست شورات می شود، تمام هنرهای دیگر را استفاده می برند. با در نظر داشت ذخیره های موجوده وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، رهبران کارخانه و مقامات جای حاکمیت دولتی نایه را ضرور است که برای برطرف نمودن کمبودی های در فعالیت کارخانه های صنعتی جای داشته چاره سری وقتی اندشد. علاوه بر این وزارت صنعت و تکنولوژی های نو، کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی باید جهت تأسیس دادن کارخانه های مشترک کارکرد اشیای خام محلی چاره‌بینی های ایدئولوژی تعیین نماید. استفاده ثمرناک امکانات های فراوان بخصوص در سمت رشد سیاحی، ذخیره های طبیعی و کارکرد آنها، گیاه و چشمه های شفابخش و مکان های تاریخی و فرهنگی یکی از راه های موثری تامین نمودن پیشرفت اقتصادیات نهایه و غنی گردانیدن بودجه محلی می باشد. اما خاطر نشان می نمایم که امکانیت های ذکر شده در نهایه بلجوان نسبت به دیگر منطقه های کشور ثمرناک استفاده نمی شود. یکی از عامل های دیگری در سطح ضروری رشد نکردن سیاحی در نهایه با اعتبار نگرفتن طلبات ساحه در وقت تجدید خواجگی های کشاورزی می باشد. زیرا اکثر موضوع های برای بنیاد انشاءات سیاحی موافق به خواجگی های دهقانی وابسته کرده شدند و چنین وضع هنگامی به صاحب کاران یا شرکت های سیاحی جدا کردن قطعه زمین مانع ایجاد بود. جهت برطرف نمودن مشکلات ذکر شده کمیته دولتی اداره زمین و گردیزی، کمیته های رشد سیاحی و رشد محل، مقامات اجرای حاکمیت دولتی نایه بلجوان را ضرور است که برای معین نمودن موضع های سیاحی، دستگیری صاحب کاران برای بنیاد انشاءات سیاحی در موضع های تاریخی و فرهنگی نایه، تشکیل خط سیرها، گسترش همکاری با شریکان رشد و سرمایه گذاران و صاحب کاران تدبیرهای ایلاوگی اندش. با وجود آن که بلجوان نایه نسبتا نو بنیاد به حساب می رود ولی تاریخ قدیمه و بای دارد و ما را ضرور است که یادگاری های تاریخ را برای نسل آینده از جمله سیاحان آباد کنیم و استفاده ثمرناک آنها را برامانیم. وابسته به این یادآور می شوم که یکی از یادگاری های جالب تاریخی نایه خاله میر بلجوان به حساب می رود که دروازه آن سال 2017 از نو تعمیر کرده شد. در برابر این اسباب اشیای گوناگون قدیمی موجودند که باید در آثارخانه زمانوی نگاه داشته شود. از نوسازی خاله میر بلجوان و ساختمان آثارخانه در دایره نقشه چاره‌بینی های نایه بخشیده با 30 سالگی استقلالیت دولتی آغاز گردیده است. بلجوان یکی از منطقه های میرنشین
در قدیم میر در کجا میشیشت؟ در شهرهای آباد، در ملک آباد. اما خیلی وقتی که میری بلجوان میگه در اینجا قلعه کرده باشد، بلجوان خیلی یک شهر و موضع تاریخی به شمار میرود. الان همین هم برقرار کردن برای جلب سیاحان، چون که تاریخاً این چیز است، در تاریخ خلق تاجیک است، ملت تاجیک است، حتما به این موضع آمد رفت سیاحان برای دیدن کردن و کردن بیشتر میگردن. سیاحان که وارد شدن جای خواب در کار، میما خانه در کار، آشخانه در کار، اینا همه جای کاری میشوند، محصولات شما میرود، درآمد میگیرین، زندگیتان خوب میشه. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هر یک آیله در حدود خانه خودش یک خانه میماخانه کرده است، تا $50 در یک شبانه روز پول کار میکند. انا آینده شما هم همین کار را یاد گرفتن تان در کار. حاضر بینتان یک قسمتی از شهر کلاب دیهایی که بالا هست، از آسمان بیکه پشانی بالا پشانی پایان، این طرف یک قسمتی نهایی موند به این طرف آمد رفت میکنند. حالی ما آموخته ایستادیم از طرف خوالین تا چل دختران 10 کیلومتر راه کردن در کار یک پول 10 کیلومتر. یعنی سیاحان میتوانند از همین راه، از همین مسیر به تماشای چل دختران هم روند. مردم برای راه نزدیک شدن 80 قریب 90 کیلومتر این راه را استفاده میبرند. وقتی که راه شد، راه این حیات، این زندگی، یعنی چکار کردن در کار؟ در دو طرفی راه البته با صنعتی بلند معماری، آشخانه، چایخانه، خب مرکزهای تجارتی، مغازه ها و کردن در کار، هنرمندان میتونن یک رسته هنرمندی، کسبی، یعنی هر کس هنر که دارد با مرض میگذارد، با فروش میگذارد، گذاشتن و میکنن. بنابراین وزارت فرهنگ، اکادمی علم ها و مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت و ناحیه وصدار کرده می شوند که با جلب صاحبکاران تا جشن 30 سالگی استقلالیت، جهت پورا به انجام رسانیدن از نوسازی قسمت های باقی مانده قلعه میر بلجوان و بنیاد آثارخانه چاره های اضافی اندیش. دوستان عزیز، ناحیه بلجوان امکانیت دارد که در همکاری با ساختارهای مربوطه و صاحبکاران محلی توسط نصب پایگاه های آبکشی زیاده از 1000 هکتار زمین های نو را در موضع های صوفی امان، سفید چشمه و چار چشمه از خود نماید. چون این اقدام بر رشد اقتصادیات ناحیه، تاسیس جای های کاری نو و افزایش حجم محصولات کشاورزی مساعدت می نماید. در برابر از خود نمودن زمین های نو و گردش کشاورزی، برگردانیدن زمین های بایر نیز وظیفه رهبران و متخصصان ناحیه و دیگر وزارت اداره می باشد. قابل ذکر است که سالهای آخر در ناحیه بلجوان حجم استحصال محصولات کشاورزی منتظم افزایش یافته. سال 2018 کشاورزان به مبلغ 210 میلیون سومانی محصولات استحصال کردند که نسبت به سال 2017 همگی 6 میلیون سومانی زیاد می باشد. ولی این نشان دهنده با در نظر داشت طبیعت و شرایط اقلیم ناحیه ناکفایه به حساب می رود. علاوه بر این طبق تحلیل ها ساکنان ناحیه از حساب میوه، گیاهای شفا بخش، چارواداری و زنبوری اصف پروری درآمد خوب گرفته ایستاده‌اند. در این روند ضرور است که با مسئله ذخیره و نگاهداری، حمل و نقل محصولات و نگاهبینی باغ‌ها اعتبار جدی ظاهر کرده شد. زیرا طلبات بازار داخلی و خارجی با محصولات خوش صفت و وضعیت اکولوژی تازه، خصوصا میوه‌جات ناحیه زیاد می باشد. ناحیه بلجوان برای ترقی دادن ساحه چارواداری نیز شرایط خوبی طبیعی دارد و طوری که از تحلیل ها برمی آید سرشمار چاروا و استحصال محصولات آن پیوسته تمایل بالاروی داشته باشد، هم پرورش چاروای خوشساد حالا هم به طلبات جوابگو نمی باشد. اینچنین نبودن کارگاه های خرد و میانه کارکرد محصولات کشاورزی از جمله گوشت و شیر و انبار و یخدان های نگاهداری محصولات از جمله مشکلات چارواداران ناحیه می باشد. همزمان باید ذکر باید کرد که مساحت زمین های کارم ناحیه قریب 4500 هکتار را تشکیل می دید. اما نه همه قیده های زمین علاقصوص از جانب خواجگی جنگل
سمرانوک و مقصدوک استفاده کرده میشوند. حالی مسئله ذکر شده برای تاسیس دادن 100 جای نوی کاری و بلند برداشتن درآمد خواجگی ها زمینه استوار میگذارد. بنابراین کمیته دولتی اداره زمین و گیادیزی و مقامات اجرای مالی حکومتی دولتی و صدار کرده میشوند که با مقصد تامین استفاده سمرانوک عاقلانه و مقصدناک زمین های وابسته شده و معین کردن نمود زمین های تحت استفاده قرار داشته طبق ترتیب مقرر شده حسابات جاری زمین را گذرانند و جهت اصلاح کمبودی ها چاره جویی نماید. حاضرین گرامی، با دستگیری حکومت کشور ساحه معارف ناحیه بلجوان متأثر رشد کرده، مددزاری آن از 9 میلیون سومانی سال 2014 و بیش از 17 میلیون سومانی در سال 2019 رسیده است که خیلی نظرست می باشد. در دوامی سالهای استقلالیت در ناحیه بلجوان 34 بینای نوی مؤسسه تعلیمی با 4400 جای نشست و بینای شعبه معارف ناحیه ساخته و استفاده داده شده است. سال جاری ساختمان 7 مؤسسه تحصیلات مانعی عمومی برای 2600 جای نشست با مبلغ زیاده از 14 میلیون سومانی ادامه داشته، بنیاد آنها تا آخر سال روان انجام داده می شود. اینچنین دو مؤسسه تحصیلات میانه عمومی پورا تعمیر کرده شده، امروز ها به استفاده داده می شود. باید گفت که صرف نظر از تدبیرهای اندیشیده شده، ساحه معارف در ناحیه نسبت به دیگر ساحه مشکلات بیشتر دارد. مطابق معلومات حالت بسیار مؤسسه تعلیمی به طلبات جاوگونه است. بنیاد مؤسسه تعلیمی از جانب گروه تطبیق لایحه تجدید و ادامه ساختمان مکتب‌های میانه ساخته شونده با سبب به تأخیر افتادن امضای سازشنامه سرمایه‌گذاری تا هنوز آغاز نگردیده است. حکومت کشور همچنین جهت تأمین نمودن مؤسسه تعلیمی با کادرهای بلند اختصاص تدبیرهای پیوسته می‌اندیشد. با توفید چونین غمخاری ها دوامی سال های 1997-2018 311 نفر ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی ناحیه طریق کوات پریزیدنتی در مؤسسه عالی کسبی داخل و خارج کشور تحصیل نموده، حالا اکثریت آنها در بخش های مختلف ناحیه فعالانه زحمت کشیده ایستادند. سال جاری طبق کوات پریزیدنتی 19 نفر ختم کنندگان ناحیه تعلیم را در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور ادامه میدهند. حالا در دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان و دانشگاه طبی ختلان 64 نفر جوانان ناحیه تحصیل دارند که از این شماره 42 نفرشان طبق کوته پرزیدنتی میباشند. با وجود این در ناحیه بلجوان نارسایی کادرهای بلندساس معارف و تندرستی و ساحه خدمت رسانی به مشاهده می رسد و از این لحاظ رابطه مقامات اجرای محلی باید برای جلب بیشتر ختم کنندگان مؤسسه عالی کشور برای دستگیری و با جای کار تامین نمودن آنها تدبیرهای سودمند را عملی سازد. حاضرین گرامی، وضع نارام جهان معاصر شهروندان کشور را وسوسه‌دار می سازد که به خاطر تامین ثبات و آرامی و آبادی و پیشرفت وطن محبوبمون همیشه متحد و سرجم باشند و با زحمت صافدلانه کشور خود را باز هم نیرومند گردانیده نسل نورس را در رویه وطن دوستی و وطن پروری و حس افتخار ملی تربیه نمایند. زیرا خلق تعاملگرا و سلدوست تاجیک با تکیه به خیرد اجدادی و فرهنگی تمدنساز خود در ظرف 28 سال با گذاشتن قدم های با اعتماد توانست که ساختار کهنسانی دولت خود را حفظ نماید، ارکان دولت نوین حقوق بنیاد ملی خیش را بنیاد سازد و تحکیم باشد. از این را ضرور است که ما باید به استقلالیت و آزادی ورزش های معنوی خود ارج داریم و برای حفظ و پایداری آنها سعی و تلاش ورزیم. اطمینان کامل دارم که مردم میهمان نواز و همت بلند ناحیه بلجوان من بعد نیز برای نائل شدن به هدفهای ملی و به یک کشور پیشرفته تبدیل دادن وطنی عزیزمان سعی و تلاش خود را دریغ نمی دارند.
در فرجام همه شما حاضرین ارجمند و تمام ساکنان ناحیه بلجوان را به مناسبت 28 سالگی جشن مقدس مبارک ملی امان استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک گفته با خرد و بزرگ مردم ناحیه تنسیاتی و خانه آباد و برکت روزگار آرزو می نمایم. همیشه سلامت و سربلند باشید. من در خدمت شما مرمان دکتر جان. شکرانه کنم که ملکم آباد شده است، بر خلق نصیب دوری آزاد شده است. این دل که نخفته می کند خدمتی تن، از کار حلال پیش و شاد شده است. السلام علیکم پیشوای معظم ملت، قدم های فیضبار شما را به ناحیه زیبا منظر بلجوان خیر مقدم می گویم. من سنگزاده دلربا از شماری آن دختران طالب بلند هستم که طبق دستگیری بی واسطه شما توسط کوات پرزیدنتی به دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا داخل شدم. این حال در کورس چهارم تحصیل دارم. ما دختران دهاتی مینادار و سپاسگزار از آن هستیم که تایی سالهای تأسیس کوات پریزیدنتی به دانشگاه ها داخل شدیم. از جمله از ناحیه بلجوان 212 نفر با استفاده از این امتیاز صاحب معلومات و صاحب کسب گشتیم. محترم جناب یالی، دوام 8 ماه تحصیل به ناحیه آمدن نتوانسته بودم. با سال ختم تحصیل به ناحیه آمدم و دریافتم که سیموی ناحیه ما با کلی دیگرگون گشته است. کوچه های چراغان، راه های منفرش، ده ها انشاءات‌های مأموری و اجتماعی سیموی ناحیه ما را به شهرها مانند کرده است. اینک در دل کوهستان مکان زیبای هویدا گشته است که آن نتیجه تطبیق سیاست شما در باره اعلان سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی می باشد. محترم پیشوای معظم ملت، همه این آبادکاری ها ما جوانان را به آینده درخشان روح بلند می کند. در نوبت خود من وعده می دهم که بعد ختم دانشگاه به ناحیه برگشته همچون متخصص خوب ساحه طب به مردم خدمت می نمایم. خوش آمدید جناب یالی. کورس چهارم؟ بله. نیتو چی از مقصدو؟ می خواهم در آینده به ناحیه خود برگشته به خلق و وطنم خدمت نمایم. چه مشکلی داری؟ خواندن دیگه مشکلی داری؟ زبان خارجی خوانده ای ساده ای دکتر؟ بله محترم جناب یالی. دو چند که باید خوانی؟ دو چند پگاه نگاه کنی، نگاه بین کنی پدر و مادر در کلان سالی، پیران سالی، دعای نیک شانا گیری. خب پدر و مادر آزش همین است. هر یک پستی بلندی خودش دارد، دوره جوانی تیز میگذرد. اگر هر کسی خدمت کرده باشد با پدر و مادرش، فرزندش نگاه میکنند میبینند که پدر چگونه مناسبت کرد با پدر و مادر خود. همون خیلی غمخواری میبینند، نکرده باشد همون خیلی باید میرد. سلامت باشید دخترم. نست خوام جای خوب داری؟ بله. مشکلی نداری؟ نه محترم جناب. نایه بلجوان ده که عبدالجبار رمضانزاده وید نمیشته گیرتون 15 نفری دیگر ایلاوه کنیدون 15 تا کوتا با سوای آموزگاری و سوای تندرستی دیگر. سلامت باشید دکتر جان. محترم پیشوای معظم ملت،
تشریف مبارک شما را به ناحیه بلجوان خیر مقدم نموده باوری دارم که قدم مبارک شما به این زاده دوران استقلالیت فیض و برکت نو می آرد. من جواهرخان بهادور و متخصص پیشبر مرکز دریافت و رشد استعدادهای نزد شعبه معارف ناحیه هستم که سال 2014 طریق مرکز ملی تستی به دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان به نام ساتی ملغزاده داخل گردیده سال 2018 آن را با موفقیت ختم نمودم. با اظهار و سپاس و مینداری ابراز کردنی هستم که تأسیس مرکز ملی تستی امکانیت های فراخ را برای ما جوانان فراهم آورد. ناحیه بلجوان که همچون منطقه توریسم بین المللی اعلان شده است، در واقع با منظره های دلفیره با مفتون کننده خود دل ست ها سیاحان داخلی و خارجی را تسخیر نموده است. بنیاد و از نوسازی راهی کنگورد بلجوان خوالین که امروز به قدم فیضباری شما افتتاح گشت و اینچنین ساختمان راه افتومبیلگردی بلجوان سری خاسار که با سرعت رفته ایستاده است بحری رشد سیاحی در ناحیه امکانیت های مساعد را فراهم می آورد. محترم جناب یالی، ما باوری کامل داریم که با دستگیری پیوسته شما در دو سه سال مین بعده ناحیه بلجوان به یکی از جالبترین منطقه های سیاحی کشور مبدل می گردد. ما ساکنان این ناحیه دارایی تاریخاً کهن با شما صدقاً وعده می دهیم که با احیا، حفظ و تحکیم بهترین عنعنه ها و سنت های تاجیکی معرفگر چهره اصیل ملت خود گشته هر یک سیاح به این منطقه تشریف آورنده را به عنعنه های نیک تاجیکی مهمان نوازی می نماییم. برای کشور دایم بهارم، برای ملت آوازدارم، به زیر تیغ باشم یا بدارم، اگر لازم شود جان می سپارم. تشکر زیاد برای دقتتان. سلامت باشید. ختم کردی دانشگاه را؟ بله. ولی آموزگار هستی؟ در شعبه معارف کار میکنم. چند زبان ها میدونی؟ روسی، انگلیسی. کسی که سواد دارد، کسب و هنر دارد، باش بلند، زندگی خوب، عمری با برکت. سلامت باشی، موفقیت شما باد. السلام علیکم. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب یالی، پیش از همه تشریف شما قدم مبارک و فیضبار و سازنده شما را با سرزمین تاریخان کهن و تازه بنیادی بلجوان از نام کل مردم سربلند ناحیه شاد باش میگویم. قربانزاده نصرت الله، جوانترین وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه بلجوان هستم. محترم جناب یالی، ناحیه بلجوان زاده دوران صاحب استقلالی کشور بوده، رشد و ترقیات و همه موفقیت های آن به دوران صاحب استقلالی محسوب می شود. امروز ها باعث افتخار و سرفرازی بزرگی ما ساکنان ناحیه بلجوان است که کارهای سازندگی و بنیادکاری در ناحیه ما روند تازه گرفته، بخشیده به استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در ناحیه ما ساختمان 375 عدد انشاءات تعیناتش گوناگون به نقشه گرفته شده است و از این شماره امروز زیاده از 20 عددشان با اشتراک شما مورد بهره برداری قرار گرفته استودند. محترم جناب یالی، ما نسل جوانی دوران صاحب استقلالی کشور راه تعیناموده شما را همچون مکتب جوان مردانگی و وطنداری پذیرفته از هر یک لحظه آن درسی عبرت می گیریم. هر یک برآمد شما را که هدایت کننده راه ما جوانان می باشد دائما آموخته بهره رشد شخصیت خود استفاده می بریم. شما با فعالیت شجاعتمندانه خود بار دیگر ثابت نمودید که نقش شخصیت در تاریخ ملت و دولت ها بی‌نهایت مهم است. محض شما
همچون شخصیت تاریخی اساسگذاری صحیفه نو در تاریخ ملت گشته اید. محترم جنابی اولی، شما در یکی از برامدهایتون قید کرده بودید که در آغاز فعالیت همچون رهبر دولت طول 4 سال در یک اتاق کاری دوبدو کاری زندگی کرده اید و امروز من میخواهم با اجازت شما از نام تمام ساکنان ناحیه بلجوان مصوره را با افتخار و احترام به شما تقدیم نمایم که همچون خاطرات از همان روزهاست. مرحمت. قریب 4 سال من 4 کوادرات هم از اینه دو با دو اینم کراواتی خوب اینم یک کرسی نشاط داشت یک جای دست روشوی همینجا چند بار تیرباران کردم رحمتی کلام با یاد آوردیم یک لحظه صحیفه تاریخی قدیمه رو همین است. اگر عذاب نمی کشیدیم این روزا در نمی رسیدیم. ولی این جای خوب چند بار تیرک کردن در شهر خوجند نزد تئاتر کمال خوجندی 75 کس یرادور شد از آن جمله خودی من. دو کس وفات کرد، دو کودک. از خلقهای وی تا حاضر در پا موندگی است. شش مراتبه تقدیر در بدخشان اگر بایدان باشد من گفته بودم من برای صلح و وحدت ملی مردم تاجیک جان خود را نثار میکنم لیکن صلح را به تاجیکستان میارم. تهدید و خطری پراکنده شدن ملت تاجیک و از بین رفتن دولت تاجیکان بود. ملت علاقه پراکنده شده ایستاده بود. دولت از بین می رفت. بعضن کشورها علاقه در تقسیمات و فرو بردن دولت جوان تاجیکستان را کشیده بودند. گروه های افراطی که حالا بعضن اونا ادامه دارند حالا هم از خارج و بعضن جای دیگر آنها درد نمی کردن برای چونکه آنها خواهیم بودن آنها نه حسی ملی داشتن نه حسی وطن دوستی نه وطن پرستی نه یکان چیزی دیگر نه ایمان ایمانشون هم فروخته بودن مذهبشون هم فروخته بودن اما نفس حرامشون هم باید خانه می کردن وقتی که انسان درک می کند آماده به همه کار بوده ما برای همین من با کابل اولین بار رفتم حالانکه در 30 سال آخر کابل یگان رهبر دولت رفتگی نبود در شهر کابل جنگ بود جنگ می رفت من در همانجا با رهبرت سابق مخالفین و کردم که اگر ما شما با خود آمده ملت را سرجم نکنیم در تاریخ ملت تاجیک ما شما را همچون ملت کوش هیچگاه خلق تاجیک فراموش نمی کند نبیره با عبیره ریشه و پیوندی ما شما را نیست می کند خوبش که بیاین صلح کنیم آتش بس صلح کنیم ملت را سرجم کنیم رفتن من همین هدف بود همین مقصد داشتم در اینجا قوه دیگر بود دیگر چیزا بودن که دولت را می خواستن با همین را تاجیک ها دولت داری کردن همی توانن فرو می بردن علاقه آمدن تاپ انزاب پول های و یک تر کندن که هدف چی بود؟ هدف جدا کردن فرو بردن با دست خودی خواهینان ملت تاجیک خب این و صحیفه های تاریخ نمان من باوری کامل دارم امروز خلق تاجیک
هم جسور است، هم غیور است، هم دلیر است، هم قهرمان است. چون که خودی بیروزای سعید وحدت ملی صلح و ثبات کامل رسیدن این خدمت بزرگ و قهرمانانه خرد و بزرگ ملت تاجیک، خلق تاجیک است که به این روز رسیدیم. یک جا تشکر میگم به شما برای استقبال صمیمیتان، برای دستگیری از سیاست رهبری دولت و حکومت، آباد کردن نهایه و شما سلامتی، خوشبختی، تمام خوشی های زندگی را آرزومند هستم. سلامت باشید.